شب گذشته مردم خرم‌آباد با شنیدن صدای انفجار مهیب و لرزش زمین به خیابون‌ها ریختن و معلوم نبود که علت انفجار و لرزش چی بوده. مقام‌های رژیم که سردرگم شده بودند ضمن تکذیب انفجار و همینطور زلزله گفتن معلوم نیست که این صدا و لرزش مال چی بوده. یک صدایی در برخی از مناطق شهر خرم‌آباد شنیده شد که تا الان موضوعی که باعث نگرانی مردم عزیزمون و شهروندان عزیزمون باشه گزارش نشده. بر اساس تماسی هم که ما با مؤسسه ژئوفیزیک تهران داشتیم و مؤسسه لرزه‌نگاری خودمون در استان داشتیم، زلزله‌ای هم ثبت نشده. خوشبختانه هیچ موضوعی، خسارتی و انفجاری در هیچ نقطه‌ای از شهر خرم‌آباد تا الان گزارش نشده. اما علیرغم همه این تکذیب‌ها، یک کارگزار رژیم از طرف مؤسسه ژئوفیزیک اعلام کرد که علت لرزش زلزله دوریشتری بوده. این کارگزار رژیم در پاسخ به این سوال که خب چرا دستگاه‌های مؤسسه ژئوفیزیک این زلزله دوریشتری رو ثبت نکردن، گفته که دستگاه‌های ما زلزله زیر 2.5 ریشتر رو ثبت نمی‌کنه و چون این زلزله دوریشتر بوده خب پس ثبت نشده. اما این کارگزار رژیم نگفت که صدای انفجار مهیب مال چی بوده، چون زلزله حتی اگه 8 ریشتر هم باشه صدای انفجار مهیبی تولید نمی‌کنه. البته مردم ایران با این دروغ‌ها به خوبی آشنان. قبلا هم وقتی صدای انفجار مهیب در غرب کشور شنیده شد، اولش گفتن که صدای رعد و برق بوده، بعد گفتن ناشی از مانور پدافند هوایی بوده و آخر دست آخر چند ماه بعد معلوم شد که حمله از خارج کشور بوده و انبارهای موشکی سپاه رو هدف قرار داده بودند و صدای انفجار ناشی از ترکیدن موشک‌های سپاه در انبارهاشون بوده.